عزیزی ما گفتن که آیا کسی که 4 تا خلیفه را قبول نداره در بهشت میره؟ خب 4 تا خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، اینها را پیامبر بزرگوار علیه السلام بشارت چون ذکر کرده است، خصوصا حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما را پیامبر علیه السلام دستور به اقتدایشان داده است، اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر. اما شخصی که اینها را خلافت چانه قبول نکنه، ما بگیم که این شخص خلافت خلفای راشدین قبول نکد، این شخص فاسق می شود. یعنی فاسق به این معنا که مرتکب یک گناه شده است، یک گناه را ای انجام داده است. اما بگیم این به اصطلاح از جنت محروم است، جنت نمی رود، این فتوا را ما داده نمی تانیم. صحابه بودنی اینها را این کار کنه، خصوصا از ابوبکر صدیق، باز ای از اسلام می براید. چرا؟ صحابه بودن ابوبکر صدیق به نص قرآن کریم ثابت است و با این کار خلافت این شخص فاسق می شود. بسیار عالی.